سلام، دکتر ناصر هستم. تو این ویدیو میخوام در مورد چند اشتباه رایجی که بعد غذا خوردن انجام میدیم صحبت بکنم. اشتباهاتی که سلامتی ما رو میتونه خیلی به خطر بندازه ولی اکثرا ازش کم اطلاعیم. یکی این که بعد از اینکه غذا میخوریم میخوابیم. بلا فاصله بعد غذا نباید خوابید. یه اصطلاحی هست از نظر طبی، میگن وقتی که فرد میخوابه معده‌اش هم میخوابه. یه تعبیر البته، یعنی که عملکرد هضم توی بیداری، هضم اولیه توی بیداری خیلی بهتر صورت میگیره. وقتی فرد میخوابه توجه بدن به معده برای هضم غذا کمتر میشه، فرد دچار اختلالات گوارشی میکنه. اشکال نداره، مخصوصا بعد از نهار دراز کشیدن خیلی خوبه، ولی خوابیدن بعدش توصیه نمیشه. اگر خواستید بخوابید باید فاصله نیم ساعت یک ساعت بعد غذا باشه که اون هضم اولیه صورت گرفته باشه و وارد پروسه بعدی شده باشه. مورد بعد خوردن چای بعد غذاست، خصوصا به خاطر هضم غذا بعضی عادت دارن که این کار انجام میدن. بله، چای برای غذای بسیار سنگین به خاطر اسیدیته بالا که داره میتونه کمک کار باشه، ولی از اون ور باعث رفلکس معده، باعث ترشح اسید بیشتر و مشکلات دیگه ای میشه. ولی مهمترین مشکلش اینه که تئین موجود در چای به آهن غذا میچسبه و مانع جذب آهن میشه. به افرادی که خصوصا کم خونی دارن باید خیلی حواسشون باشه که کلن بهتره چای رو محدود بکنن، ولی اگرم خواست کسی بخوره بعد غذا به طور ویژه دقت بکنید و مصرف نفرمایید. مورد بعدی قهوه است. قهوه بعد غذا توصیه نمیشه. فیتات ها موادی هستن که مانع جذب روی میشن. ترکیباتی در قهوه هست که مثل چای آهن غذا رو خصوصا در روده نمیذاره خوب جذب بشه. برای همین افرادی که درگیر کم خونی هستن و سیستم جذبشون مشکل داره تاکید ویژه میشه که محدودتر بکنن مصرفشون رو. مورد بعدی میوه است. بعضی عادت دارن بعد غذاشون میوه میخورن، خصوصا مهمونی چیزی که هست، غذا سنگین، چلو کباب، خورشت، چیز خوردن بعدش صابخونه برای اینکه خیلی تحویل بگیره مهمانان گرامی رو، دیس میوه رو میاره و پذیرایی میکنه به هوای اینکه داره لوس میکنه دهنشون. البته نیتش حتما نیت خوبیه، اما عملا این به سلامت مهمانان عزیز شما داره آسیب میزنه. چرا؟ منطقش خیلی ساده است. به این صورت که ساعت هضم هر غذای متفاوت. میوه ها غذاهای راحت هضمی هستند، پروسه هضم طولانی ندارن، سبکن. اما غذاهای دیگه مثل گوشت، استیک یا سیب زمینی سرخ کرده، اینا غذای سنگینی هستن، بدن برای هضمش به زمان طولانی تر نیاز داره. خب نکتهش اینه که وقتی شما یک گوشت مفصلی خوردین، یک غذای سنگینی خوردین، چلو کباب سنگین، این وارد معدتون شده، جلو جلو رفته. اما شما میان بعدش میوه میخورین، یه گلابی، هندوانه، یه چیزی نوش جان میفرمایید، این غذای مفصل گوشتی دیر هضم جلوتره، داره هضم میشه و طول میکشه. فرض کنید 2 ساعت 3 ساعت هضمش طول میکشه، به طور مثال بخواد از معده و روده رد بشه الاخر. اما این غذای زود هضم، این میوه پشت سرش اومده و باید منتظر باشه تا این هضمش کامل صورت بگیره، رد بشه، تخلیه بشه تا نوبت به این برسه و این مشکل ایجاد میکنه، باعث میشه که این میوه اصطلاحاً بگنده، فاسد بشه. این اصطلاح البته مواد مضری آزاد بکنه چون جذب نشده دیگه. در همون بعضی وقتا احساس میکنید بعد غذاتون یک آروغ بدمزه‌ای بهتون دست میده حسش، این به خاطر همون جذب نشدن و خوب هضم نشدن این ماده سبک هضمه. پس بچه‌هاشون برعکس بکنید، اون میوه، اون غذای زود هضم جلوتر بخورید، غذای دیر هضم رو پشت سرش مصرف بکنید با فاصله. پس میوه های سبک هضم رو بعد غذا نخورید. بعضی میوه هستن کمک میکنن برعکس به هضم غذا، مثل انار، مثل خربازه درختی به اسم پاپایا، سیب در حد خیلی کم کمک میکنه به هضم غذا، سبزیجات اشکال نداره خوردنشون کمک میکنه به هضم غذا. مورد بعدی آدامس جویدنه. این جویدن آدامس بعد غذا به خاطر اینکه هوای زیادی رو ممکنه وارد معده بکنه، مکانیزم هضم شما رو دچار مشکل خواهد کرد که این اتفاق وقتی در دراز مدت تکرار میشه باعث ورم معده، نفخ، ایجاد گازهای معده و در کل ضعیف شدن معده میشه. مورد بعدی ورزش کردنه. معده سنگین با ورزش آسیب میبینه. ببینید وقتی شما غذا میخورین تمام انرژی بدن، مغز دستور میده کل انرژی بدن بیشتر به سمت معده برای هضم غذا معطوف بشه، انرژی به اون سمت روانه میشن، خون رسانی به اون سمت میاد،
ولی وقتی شما شروع میکنید به ورزش کردن، ناچار بقیه اندام ها نیاز به خون بیشتری خواهند داشت و اون انرژی که معطوف شده به سمت معده کمتر خواهد شد و در دراز مدت این آسیب های به معده خواهد زد، به سیستم گوارش خواهد زد. پس با یه فاصله بذارید 2 ساعت و نیم از اون هضم اولیه غذا بگذره، غذا از معده از دریچه پیلوری رد بشه، وارد روده بشه، بعد پروسه تحرک و ورزشتون شروع بکنید، مگر اینکه غذا خیلی سبک خورده باشین. عادت بد بعدی دیگه سیگار کشیدن بعد غذاست. بعضی عادت دارن میان تا سیگار نکشین بعد غذا اصلا نمیشه. سر یه بالکن یه جایی تو مهمونی باشن پیدا میکنن و خودشون رو با سیگار آرام میکنن. بدونید که تحقیقات آزمایشات صورت گرفته رو این قضیه که سیگار کشیدن بعد غذا چندین برابر حالت عادی نیکوتین وارد بدن میکنه. بدونید که یک نخ سیگار بعد غذا معادل چندین نخ سیگار در حالت عادی دیگه است. سیگار کشیدن در این موقع باعث میشه نیکوتین بیشتری وارد سیستم گوارش بشه و طبق تحقیقات احتمال ابتلا به سرطان رو این مدل سیگار کشیدن بیشتر میکنه. اگر به هر حال باز هم عادت به این کار دارید و سخت براتون ترک کردنش، حداقل بذارین 1 ساعت و نیم بعد از میل کردن غذا سیگار بکشین که آسیب‌هاش به کمترین حالت خودش برسه. البته به قول استادم حرف جالبی میزد، میگفت که آدم سیگاری خیلی باید حواسش باشه، چون نه تنها حق خودش رو داره ضایع میکنه، حق بقیه هم داره ضایع میکنه و این رضایت گرفتن از بقیه که من بهشون آسیبی رسوندم خیلی سخت میشه بعضی وقتا. ببینید فقط اعضای خانواده شما نیستن که بگیم ببخشید من به شما آسیب رسوندم منو ببخشید. شما رد میشه یه نفر از کنار شما با این بوی دود سیگار شما آزار میبینه، شما از ایشون یه حقی رو ضایع کردید. این در جهان آفرینش در کائنات ماندگار میشه، این کار منفی که شما کردی، شما به او بدهکارید. از نظر معنا با این عمل منفی شما به او بدهکار شدی، حال او رو بد کردی و باید جبران بکنی. ممکنه میگم به هر نحوی بتونه اعضای خانواده و دوست آشنا و همکارتو راضی بکنی، اما اون فردی که در اثر سیگار شما ناراحت شد و حتی به سلامتش آسیب دید و چطور راضی خواهید کرد؟ این مقدار قضیه پیچیده میشه. برای همون بعضی رفتارهای ما شخصیه، به خودمون برمیگرده، بعضیا روی بقیه اثر میذاره و جنبه های منفیش خصوصا از نظر معنا ممکنه به این راحتی قابل جبران نباشه. مورد بعدی خوردن آبه. حالا به نسبت اون چای و قهوه و اینا که گفتیم، آب میگه خب گزینه سالم‌تره دیگه، بعد از غذا اجازه بده آب بخورید. آب بخورید بعد از غذا، اما با فاصله. این آب رو بذارید تقریبا 2 ساعت و نیم بعد از غذا که غذا از معده وارد روده میخواد بشه، از دریچه پیلوری رد بشه، اون زمان بخورید، به هضم غذا کمک میکنه. اما آب بین غذا بعد از غذا خوردن باعث ضعیف شدن معده میشه، چون این اسیدی که در واقع داره ترشح میشه برای هضم غذا، این آب روش تاثیر میذاره و رقیقش میکنه، بدن نیاز داره دوباره اسید ترشح بکنه برای هضم غذا، معده رو سرد میکنه، معده فشار بیشتر روش میاد و کلی موارد دیگه. بهتره فاصله زمانیش رو بذارید 1/2 ساعت قبل غذا یا 2 ساعت و نیم بعد از میل کردن غذا که بهترین زمان خوردن آب هم هست. پس این عادت که همیشه آب کنار سفرتون باشه عادت خوبی نیست. حالا چرا گلو خوش شده، تشنه است، فرد اشکال نداره گاهی اوقات خوردنش، نمیشه سخت گرفت، طبیعیه، آدم تشنهش میشه گاهی اوقات، غذا خیلی خشکه یا چیزی گلو پریده، موارد اینجوری. عادت نشه این اتفاق، این روال نشه، همیشگی نباشه آب خوردن بعد غذا، که وقتی این اتفاق تکرار میشه عمر معده به راحتی کم میشه. برام بگین تو کامنت ها که شما کدوم یکی از این عادت ها رو داشتید یا دارید هنوز و تجربه من تو این قضیه داشتین برامون بنویسین. زمینی که خوشحال میشیم مگه نظرتون هم در مورد این ویدیو بفرمایید. اگر ما رو سابسکرایب ندارین سابسکرایب بفرمایید، نوتیفیکیشن فعال بکنین از این جهت که جدیدترین ویدیوهایی که منتشر میشه، لایو هایی که برگزار میشه شما ازشون مطلع خواهید بود. و اگر دوست داشتین این ویدیو رو هم برای دوستان و آشنایان عزیزانتون بفرستین که اونا هم ازش استفاده بکنن. امیدوارم که همیشه شاد و سالم و سرحال و پر انرژی باشین.